مهمان رضا صاحبداد هستیم، نویسنده و فیلمساز ساکن پاریس که در سال 1358 از پدر مادری افغانستانی در شهر مشهد متولد شد و در 28 سالگی به فرانسه مهاجرت کرد. رضا جان، تو دو فیلم در ایران ساختی. فیلم اول طالب که در مورد بازماندگی از تحصیل دانش آموزان افغانستانی است. اگه ممکنه کمی بیشتر برامون از شرایطی که این فیلم ساخته شد و اون سالها توضیح بده. شاید بهتر باشه اول شروع کنم به چرا مثلا همین موضوع. یکی من خودم تا زمانی که مشهد بودم خب میتونستم مدرسه برم و مدرک اقامتی داشتم، ولی اون سالها ما مجبور شدیم از مشهد فرار کنیم به خاطر اینکه خیلی بگیر بود، همه رو میگرفتن دیپورت میکردن طرف افغانستان. تو این روند مدارک پدرم رو قیچی کردن، دیگه بی مدرک شد پدرم و نمیتونست از خونه خارج بشه و مجبور شدیم که فرار کنیم بریم قم. فرارم فرار واقعی بود، یعنی اینکه پدر مادرم تو قبل برادرم تو یک کامیون با وسایل رفتن قایم شدن که بتونن برسن قم. بعد از اونا من مثلا رفتم قم. وقتی که رسیدم قم دیگه به عنوان میگفتن چی میگن مثلا تو ادبیات اونجا افاقلی بدون مدرک و اونجا به این حالت شد، دیگه نمیتونستم مدرسه برم. برادرم توی دوران ابتدایی اون سالها سال دوم یا سوم ابتدایی بود که معلم یه روز میاد توی کلاس بهش میگه مدرسه کلاس میگه افغانی ها دستشون بلند کنن، این برادرم دستشون بلند میکنه میگه دیگه حق نداری به این مدرسه. بعد از اون مثلا خواهرزاده هام تونستن تا مقطع دیپلم برن، دیپلمشون رو که گرفتن ولی نتونستن برن دانشگاه چون سال دوم خردادیا پیروز شده بودن تو انتخابات با خاتمی و این مجلسی که بعد از اون اومد اولین تصمیمی که گرفت این بود که دایرهای دانشگاه رو به روی متولدی دین ایران مهاجرانی که به اسم مهاجر شناخته میشن الان ببندن. موضوع خب خیلی چیز بود دیگه، یعنی یه موضوعی بود که همه کسایی که تو ایران زندگی میکنن که عنوان افغانستانی شناخته میشن، حالا اکثر اینام شاید همه متولد ایران هستن، توی همه خانواده ها این بود. حالا بعضیا کمتر بیشتر تونسته بودن تا این مقطعی درس بخونن ولی خیلی ها نه. یکی این موضوع بود، یکی موضوع استثمار بود، یعنی توی این فیلم قضیه استثمار هم چیز میشه که چه شرایطی باعث میشه که یک کودک بتونه یک کودک دیگر استثمار کنه. این هست یا مثلا اون پسر که گاری رو داره هول میده. خب اینا خیلی زندگی ما نزدیک بود، یعنی که ما خودمون مثلا نمکی نبودیم ولی تو اون قسمت چیز مشهد کار میکردیم، یعنی کسایی که نمکی بودن توی مشهد اکثر بچه های هرات بودن چون که قیافه هاشون به قیافه ایرانی ها شبیه بود و راحت میتونستن تو خیابون آشغال بخرن، نون خشک بخرن. بعد اینو میوردن، ماها مثلا اینا رو چیز میکردیم اونجا که کار میکردیم، ما من فامیلام و اینا لاک کهنه و آتشقالا و سرنگ و اینا رو جدا میکردیم، بعد این آسیاب میشد، بعد فروخته میشد به شرکت ها و با این مواد اولیه که کار میکردن. بعد اینا هم یعنی هر چی که تو این فیلم نگاه کنیم یه جوری تو زندگی ما بوده و هنوزم هست. این بیشتر محتوا بود. چگونه ساختنش؟ خب من یه شانسی که آوردم، یه چیز خوبی که تو ایران وجود داره به اسم انجمن سینمای جوان، با اینکه مدرکم نداشتم ولی قبول کردن منو که ثبت نام کنن و یه دوره 6 ماهه نیمه وقت آشنایی سینما رو من تو انجمن سینمای قم گذروندم. بعد از اون حدود یک سال سر صحنه میرفتم، یعنی که بچه‌هایی که توی قم فیلم کوتاه می‌ساختن من میرفتم سر صحنه هاشون، چون موقع موتورم داشتم نیاز بود همیشه یه نفری بره نون بگیره، نمیدونم روسری بگیره، فیلتر بگیره، یا این کارا رو انجام میدادم سر صحنه تا ببینم چجوری فیلم میسازم. بعد از اون تصمیم گرفتم که فیلم طالب رو بسازم. اسم طالبم خب چرا طالب؟ چون که توی خیابون توی قم انواع اقسام آزار بود، یکی از آزارهای کلامی که ما زیاد میشنیدیم به اون میگفتن طالب، افی،
مثلا به خاطر این اسم طالب رو گذاشتیم روی این فیلم. چجوری ساخته شد؟ خب من تونستم، یک شانسی که داشتم این بود که انجمن سینمای جوان به من مجوزی داد که یه فیلم پایان دوره بسازم. من از این استفاده کردم که یه فیلم بسازم که درد دل خیلی از مردم یا دوستان خودم بود. گروهی که این کار رو انجام دادیم دو نفر حرفه‌ای بودن، حرفه‌ای به معنا که قبلا با دوربین سرکار داشتن فیلم بردارمون، یه صدا بردار داشتیم که کار صدا برداری کرده بود تو فیلم های کوتاه، ولی بقیه کسایی که اومدن کمک کردن تا این فیلم ساخته بشه دوستای من بودن که با هم تو کارگاه خیاطی کار میکردیم، یا که دوستانی بودن که توی بازار میوه کار میکردن، اینا اومدن به من کمک کردن. یه سری دوستای دیگه هم داشتم که کارهای مختلفی داشتیم، ولی موضوعش برای همه اینا جالب بود و اینا اومدن که به من کمک کردن تا این فیلم ساخته بشه. یعنی که پول نداشتیم برای غذا، هر کی غذا می آورد، برای سیگار خب یه بودجه بود، بچه ها خودشون سیگار می آوردن. بعد یه مشکل دیگه هم این بود که چطوری این فیلم بسازیم بدون اینکه حداقل آزار رو تو خیابون ببینیم. خب این تکنیک باید استفاده می کردم. کاری که من کردم این بود که بیشتری از دوستان افغانستانی تقاضای کمک کردم که از اقوام قوم هزاره نبودند، یعنی چهره هاشون صورتشون به هزاره ها نمیخورد و توی خیابون وقتی با دوربین اینا میرفتیم فقط تنها کسی که هزاره بود من بودم و سریع میرفتم مثلا یک کار دستی انجام میدادم که اگه پلیس اومد کسی اومد، چون میدید اکثرا قیافه ها همه ایرانی هستن، دیگه فکر میکردن یک گروه ایرانی هستن که دارن فیلمو میسازن. این تکنیکی بود که استفاده کردیم برای ساخت این فیلم. رضا جان، در مورد هزاره بودن، هویت افغانستانی که از ظاهر مشخص میشه تو ایران صحبت کردی و اون فاصله که وجود داره و در واقع خطر دستگیری و آزارهای خیابانی که هم از طرف مردم، کاسبان و هم محلی ها بود و هم از طرف بسیج و لباس شخصی و نیرو انتظامی که ممکن بود شما رو دستگیر کنن و به اردوگاه سفیدسنگ منتقل کنن. توی خشت و دل از سفیدسنگ صحبت میکنی، کمی در مورد اون توضیح بده لطفا. در باره فیلم خشت و دل، توی سفیدسنگ تو زندگی ما خیلی حضور داشت، تو زندگی ما هزارها حداقل که توی شهرها زندگی میکردیم اینجوری بود که همیشه از لحظه که من مشهد رو ترک کردم شدم یه آدمی بدون مدرک. یعنی هر لحظه که من تو خیابون میرفتم باید بدون استثنا 300 متر جلو مو نگاه میکردم، 300 متر پشت سر مو نگاه میکردم، دنبال رنگ سبز میگشتم که هر لحظه ممکنه یکی نیرو انتظامی بسیجی از من مدرک بپرسه. وقتی که ندارم چه اتفاقی بیفته؟ مستقیما منو میبرن اردوگاه عسکرآباد اگه تهران باشم یا قم باشم، بعد از عسکرآباد میبرن به اردوگاه سفیدسنگ. اردوگاه سفیدسنگ هم که محل چیز دیگه، خیلی ها اونجا کشته شدن، محل تحقیره، محل شکنجه است، شکنجه های وحشتناک. بعد این روند چجوریه که اونجا نگه میدارن؟ ممکنه ماها اونجا بمونی، ممکنه هفته ها اونجا بمونی، هیچ روال مشخصی نداره. بعد تا وقتی که از تو سفیدسنگ کار اجباری انجام میدی، شکنجه میشی، توهین میشی و بعد اخراج میشی. فکر کنم ایدهشون اینه که اینقدر اینا رو اذیت کنیم دیگه فکر برگشت نکنن. حالا خیلی از اینایی که اینجا هستن همه متولدین ایران هم هستن. اونایی که مثلا تو خیابون دستگیر میشن بیشتر چیزه، چون خودم هم سفیدسنگ بودم، اونایی که تو خیابون دستگیر میشن اکثر هزاره هستن چون قابل تشخیصن، ولی داخل سفیدسنگ ولی مختلف بود. چرا؟ چون خیلی های دیگر رو موقعی که از مرز میخوان وارد بشن دستگیر میکنن و اینا مختلف بودن، از اقوام مختلفی بودن که از افغانستان اومده بودن یا تو ایران متولد شدن زندگی کردن که ایوار دیپورت شدن در حال برگشتنن، اقوام مختلفی داره. این اتفاق که میفته مثلا اون دوره هایی که طالبان بود چطور بود که مثلا خانواده همین که دیپورت میشد اولین چیز این بود که یه قاچاقبر پیدا کنی که تو رو برگردونه. یعنی شانس زنده موندن برای ماها اون قاچاقچی بود، اون قاچاقچی که انسان میاره اون به ما زندگی میداد.
چون اون طرف حاکمیت طالبان بود، ما به عنوان هزاره تا می رفتیم اونجا یا کشته بشیم یا آزار اذیت بشیم. اولین کاری که مثلا برادرم انجام میده وقتی دیپورت میشه یه قاچاقبر پیدا میکنه که برگرده، و بقیه همه این کسا، و این یک هزینه سنگینه روی خانواده ای که کل خودش مشکلات داره. ما مثلا همش کار میکردیم، سال آخر سال مشکل ما این بود که رهن خونه رو چجوری از کی قرض بگیریم دوباره بتونیم یه خونه رهن کنیم. مضاف بر این یه نفری که دیپورت میشد از خانواده باید به هر قیمتی شده اون نجات بدی دیگه، بیاریش. این باز یه هزینه دیگه است، به اضافه این که این سفر ممکنه یک ماه تا دو ماه طول بکشه، یه هفته طول بکشه، این مشخص نمی‌کنه، و این که آیا زنده برسه یا زنده نرسه. این انقدر تو زندگی ما حضور داشت، من خیلی دوست داشتم یه فیلم بسازم که این مسئله سفید سنگ توش بیان بشه، ولی یه جور تابو بود. یعنی مثلا ما به دوست با ایرانی ها وقتی صحبت میکردیم میگفتیم یه جایی هست به اسم سفید سنگ، شکنجه میکنن، آدم میکشن، همیشه به ما نگاه میکردن انگار مثلا چرت و پرت میگیم و دروغ میگیم. مثلا فیلم طالب رو وقتی من ساختم اولین ریاکشن این بود که چرا دروغ میگی، بچه ها میتونن برن مدرسه. ریاکشن ها اینطوری بود نسبت به فیلم طالب. بعد خشت و دل از نظر ساخت یکم آسان‌تر بود چون که داخل شهر نبود، توی کوره‌های خشت‌بزی اطراف قم تو جاده کاشان، اونجاهای کوره پیدا کردیم و اونجا رفتیم فیلم گرفتیم. مثل فیلم طالب نبود که مجبور باشیم توی خیابون باشیم و ریسک کنیم و که هر لحظه ممکنه پلیس بیاد یا مردم بیان ما رو آزار بدن، اذیت کنن، فحش بدن، اینا یکمی چیزتر بود. حالا این محیطایی که برای فیلم انتخاب کردیم، خب محیطایی بود که ما توش زندگی کرده بودیم دیگه. یعنی پدر و مادرم منم خشت زدن، خواهر منم خشت زده، برادر منم خشت زده، من خب بعدن که متولد شدم تو اون دوره نبودم، ولی اون محلی که انتخاب کردیم خیلی زندگی های ما تو محلات گذشتیم، و این برام مهم بود که این اسم سفید سنگ تو این فیلم بیاد که صحبت بشه درباره این چطور ممکنه توی کشوری یه جایی وجود داشته باشه، جاهای مختلفی وجود داشته باشه که انسانها رو ببرن شکنجه کنن، بکشن، بعدم برای هیچ کس مهم هم نباشه. بخاطر این من خیلی دوست داشتم این خشت دل بسازم و مسئله سفید سنگ و حالا بعد درقل اسمش رو وارد کنم. رضا جان، تو از مسیر مشهد به قم توی زندگیت صحبت کردی، از قم به پاریس چه اتفاقی توی افتاد؟ به عنوان یک نویسنده و فیلمساز چه مسیری از لحاظ هنری و توی اون شرایط اجتماعی و سیاسی ملتهب ایران طی کردی و به اینجا رسیدی؟ تقریبا سال 2008 بود دیگه که من 2007 خشت و دل ساختم. خب فیلم طالب رو که هیچ جا نشون ندادن، یعنی هر جایی که فرستادم توی ایران هیچ جا انتخاب نشد و هیچ جا نمایش داده نشد، ولی مثلا انتخاب شده بود کانادا فستیوال مونتریال، یا یه فستیوال بود بعدا تو سوئد، تو ایتالیا. این فیلم خشت و دل مخصوصا جایزه گرفت توی تهران اونجا. بعدش اینا باعث شد که یه نویسنده رمان نویس همشهریمون بود توی تهران که اون چیز شده بود مسئول یه تلویزیون شده بود در کابل، بعد اومد گفت که اگه دوست داری میتونی بری کابل، این تلویزیون میخواد شروع کنه و بیا با ما همکاری کن، برای ما فیلم بساز، فیلم مستند بساز دیگه. بعد از اون من تصمیم گرفتم که از ایران خارج بشم، ولی خب مشکلی که بود این بود که من هیچ مدرکی نداشتم. حالا چطوری باید از ایران خارج بشم؟ راههایی که پیش پای من بود یکی این بود که برم مثلا طرف زاهدان یه قاچاقچی صحبت کنم، قاچاقچی منو رد کنه اون طرف مرز. این یکم ریسکش این بود که من یه ساک بزرگ داشتم، یه عالمه کتاب باید میبردم اون طرف که این آقای نویسنده از من خواسته بود، به غیر از اون چند تا هارد بود که پر فیلم بود که اونا رو باید میبردم. برادرم که کابل بود گفت رو از مرد یه طالب فقط ببینه حالا کیفتم نگاه نکنه به خاطر قیافت میکشده تو رو دیگه، مجبور که من خودم رو تسلیم بکنم، یعنی که یه جوری چیز کنم که منو دستگیر کنن که ببرن سفید سنگ، که بعد از سفید سنگ منو ترد مرز کنن.
من این راه انتخاب کردم، یعنی که رفتم خودم رو چی برگه گرفتم به عنوان اینکه کسی که چیز نداره، مدرک نداره، بعد منو بردم سفید سنگ. تو سفید سنگ هم که دیگه تقریبا 10-12 روز موندم که فضای چیز بود دیگه، فضای شکنجه بود و آزار بود و اذیت بود. بعد از اون، بعد از 10-12 روز پذیرایی گرم، ما رو فرستادن اون طرف مرز. اون طرف مرزم حالا خیلی جالب بود، تمام این بچه هایی که چیز بودن، برای خیلی هاشون دفعه اولی بود که ترد مرزم می شدن. از اتوبوس که اومدیم پایین، خیلی ها همونجا شروع کرده بودن سجده کردن، خاک زمین رو برداشتن، بوسیدن، بعد فشار می دادن مرد فلان اینا. این طرف بعد خودشون رو خالی کردن، بعد شروع کردیم بریم طرف هرات، چجوری حالا برسیم به هرات. به هر حال دیگه بعد هرات هم که من رسیدم، میخواستم برم طرف کابل، بازم امکان پذیر نبود برای هزاره، چون که توی مسیر طالبان ماشینا رو نگه می‌داشتن. هر قیافه هزارگی، مخصوصا کتابم داشته باشی و چیزم که داشته باشی، هارد و اینجور چیزا، چیز میکنم دیگه، میکشتم. خاطر این مجبور شدم که بمونم هرات تا یه پرواز پیدا کنم که از کابل، از هرات پرواز کنم کابل، وگرنه از راه زمینی برای یک هزاره همیشه مشکل بوده و هست و الانم که هست دیگه. این مسیری که میرفتیم هر کسی با جونش بازی میکنه که بره اون طرف. اینجوری شد که من رفتم افغانستان کابل، چند مدت کار میکردم برای این شبکه تلویزیونی. باید پیشنهاد دادم که چون پدر مادرم عاشق یه خواننده هستن به اسم صفدر توکلی بودن که خیلی علاقه داشتن، هزارگی میخوند، بعد من پیشنهاد دادم که یک فیلم درباره آقای صفدر توکلی بسازم که قبول کردن. خود آقای توکلی هم قبول کرد، ولی چون توی فیلم صحبت میکرد درباره جنگ‌های داخلی، نقش گروه ها و اینا، و یا مثلا حملاتی که سر هزاره ها اتفاق افتاده بود و از طرف دولت اون زمان ربانی و مسئول اینا، فیلمو نذاشتن پخش بشه. گفتن نه، در شرایط فعلی نباید درباره جنگ‌های داخلی صحبت کنیم، مسئله اصلی اتحاده، نباید حرف بزنیم درباره اون چیز. فیلم هم چیز کردن، فیلم رو نذاشتن. و بعد از اون من فیلمم توی یه فستیوال توی ایتالیا انتخاب شده بود، واتیکان، از طریق اون برای اولین بار من وقتی رفتم افغانستان به من مدرک دادن، رفتم یعنی دنبالش بامیان و اینا، پدر مادرم از بامیان میان اونجا که بتونم شناسنامه بگیرم. و بعد از اون به من تونستم با خیلی سختی و مشکلات پاسپورت بگیرم. 28 سالگی من دارای کاغذ شدم، یعنی که برای اولین بار یه مدرکی داشتم که تونستم پاسپورت داشته باشم و یه ویزا بخوره روی این بتونم خارج بشم دیگه. بعد از اون اومدم طرف فستیوال تو ایتالیا. فستیوال که تموم شدم، افغانستانیایی که اونجا بودن تو ایتالیا پیدا کردم، ازشون مشوره خواستم چیکار بکنم. الان غرب من نه میشناسم، اصلا هیچ ایده ای هم نداشتم که غرب چیه، فکرم نکرده بودم دربارش. بعد اونجا به من گفتن که خب دو مسیر داری، اینجا نمون برو جلو، یا انگلیس یا سوئد. مسیر اینجوری بود اون موقع دیگه. منم اومدم تا پاریس، دیگه پولی هم نداشتم که بخوام بیشتر جلو برم یا بخوام، علاقه هم نداشتم، نه پول داشتم نه انرژی، شو دیگه موندگار شدم توی پاریس. خب رسیدی به پاریس و به عنوان یک فیلمساز مهاجر خب اول کار هستی و میدونم دوتا فیلم دیگه توی فرانسه ساختی و این شرایط هنوز شکل نگرفته، مساعد نشده. چه مسیری شکل گرفت توی این 12 سال که تونستی ادامه بدی به فیلم سازی و پروژه های آینده چی هستن؟ خب من که رسیدم پاریس دیگه زندگی چیز بود دیگه، کارتون خوابی بود و چجوری زندگی کنی توی یک کشوری که من تنها زبانی که بلد بودم زبان فارسی بود، البته با زبان مشهدی هم بود، زبان هزاره‌ای هم بود اگه اینجوری حساب کنیم، ولی این زبان خارجی من حرفش نمی‌زدم، نه انگلیسی نه زبان دیگه، مشکل بزرگ زبان بود. بعد از این طرف مدرک بود، چطوری اینجا تقاضای مدرک بکنی، تقاضای پناهندگی بکنی، این روال و اینا. از اون طرف خب یک خانواده پشت سر ما همه هست که هممون نیازهای اقتصادی داریم،
کاری کردم، خب زنگ زدم به پدرم، مادرم، برادرم، گفتم خب من رسیدم اینجا، چی میخوان که من چیکار کنم؟ میخوان که من برم دنیای کار کار بکنم، مبلغی باشه کمک خانواده بشم، یا که مسیر خودم رو برم. بعد اونا لطف کردن، همه گفتن که اگه پول لازم داشتیم بهت میگیم، تو برو زندگی خودت رو بکن اونجا. بعد نمیدونستم واقعا چی تصمیمی بگیرم. گفتم خب نه زبان بلدم، نه کسی رو اینجا میشناسم، نه امکاناتی دارم. دو تا فیلم کوتاه فقط ساختم قبلا. گفتم خب یه امتحان میکنم، اگه تونستم تو این موقعیت که نه زبان بلدم، نه کسی رو میشناسم، نه هیچی، یه فیلمی بسازم که خودم خوشم بیا، به این مسیر ادامه میدم. اگه نه که دیگه باز ببینم چه مسیری رو انتخاب کنم اینا. بعد این فیلم 8000 کیلومتر رو یه دوربین هندیکم از یه دوست فرانسوی که تازه آشنا شده بودم به من قرض داد. کاست پولم نداشتم، کاستایش برام می‌خرید 10 تا 10 تا. بعد با همون زندگی روزمره‌ای که داشتیم با بچه‌ها، اون رو زندگیمون رو فیلم کردم. خب معمولا همون چیزی که تو ایران هست، ایرانی ها میاین درباره افغانستانی ها فیلم میسازن، همون چیزی هم تو اینجا هم هست، یعنی که سفید پوستا میان درباره ما فیلم میسازن. همون فیلم های بالا، شاید به اون شدتی که فیلم های ایرانی هست و توش نژاد پرستی هست و توهین هست نسبت به افغان ها، اینجا یکم کمتره، ولی همیشه اون نگاه از بالا نسبت به این مهاجران و بدبخت و اینا هست. من دیگه فیلم دیگه ندیدم که خب این تجربه این بود که خودمون یه فیلمی ساختیم درباره خودمون با نگاه خودمون، یه سفیدپوست نیومده درباره ما فیلم بسازه. بعد از اینکه اینو تمام کردم خودم خوشم اومد، گفتم خب ادامه میدم. بعدش چند سال بعدش ویلکام تو پاکستان رو کار کردم دیگه. بعد از اینم دیگه حالا ببینم مسیر چی میشه، چه اتفاقایی خواهد افتاد. الان فعلا یه پروژه دارم که 2019 شروع کردم، که پروژه با کتاب مصور باند سینه است که سال 2026 چاپ میشه. این پروژه بعدیه که باز اگه موفق بشم اینو تبدیل بکنم به یک فیلم انیمیشن. و همین الان در حال خوندن یک کتابی هستم، تقریبا یه ماه خورده ای هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، چون خیلی منو تحت تاثیر قرار داده این کتاب. کتابی هست به نام قذف، از نویسنده به نام خانم بتول مرادی، که فوق العاده است این کتاب. چند وقتی که درگیر این کتاب خوندنش